بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، وقت همگی شما بخیر. باز هم خوش آمدین به ادامه درس ها. و در این جلسه ما و شما میخوایم که در مورد فایل ها گپ بزنیم، در مورد فایل ها و ترتیب فایل ها و فایل اکسپلورر. خب ببینید، یک بخش ما داریم که حالا از قسمت دیس پی سی یا کامپیوتر خود هم میتونیم به قسمت فایل های خود فارغ شویم. بخش دیگه ای که از طریق استارت معمولا داخل میشیم به نام فایل اکسپلورر هست. فایل اکسپلورر ببینید، این باز میکنیم و با فایل های ما با ما چی میشه؟ باز میشه. فایل هایی که ما داخل کامپیوتر خود داریم اینها با ما باز میشه، و این فایل هایی که در قسمت باز شد معمولا در قسمت بالا از چندین تب هم میبینیم که چی شده، ایجاد شده. هوم، شیر، ویو. این تب ها در قسمت میه ایجاد میشه. اولین بخشی که داریم هوم. هوم قسمت خوب. در قسمت هوم بخش هایی که ما در قسمت هوم داریم مثل کات، کاپی و پیست، همین کارهایی که ما از اینجا هم کدام میتونستیم کات، کاپی و پیست ای بخش ها هست. و موف، موف تو یعنی به کجا انتقال میتیشه یا به کجا کاپی میتیشه، که این دینجا فولدر هایتان میگید این کارهای کاپی رو کدام میتون یا دلی دیره خواستین پاک کنین یا رینیم نو نامش تغییر بتین، تغییرات آوردن میتون. یا نیو فولدر یا یک فولدر دیگه چی میکنین در اینجا ایجاد میکنین. ببینید نیو فولدر دیگه ایجاد میکنین. خب ما از یه رو میگم که چی شود، دلیت شود. و دیگه نیو آیتم، یک آیتم جدید مثل چی فولدر جور میکنی یا کدام کار دیگر رو در اینجا انجام میتی یا چی. ایزی اکسیز که بازم ایزی اکسیز، ایزی اکسیز که در اینجا آمده بچه ما فعلا ای کار کردن نمیتونیم، این قسمت دو ما کار نمیشه. ای زمان کار میشه که کامپیوتر ما با یک کامپیوتر دیگر چی باشه، کانکشن باشه یا وصل باشه، که این بخش ها دیگه مربوط بخش های آیتی میشه که باید کامپیوتر ها با یک پای وای فای یا از طریقی کدام چیز دیگه با هم دیگه وصل باشه تا فایل شیرینگ صورت بگیره. او وقت ما او بخش ها رو ما بتانیم که ببینیم و امی فایل خود ما بتانیم چی پراپرتیز مشخصاتش ببینیم که امی چقدر مثلا اندازهش چقدر است. که میبینیم به این اندازه مثلا امی فایل رو ما داریم اینی قدر میگه چی داره، حافظه رو میگیره و اینی قدر جایش هست، در کجا هست. تمام بخش هایش با ما میگه. پراپرتیز یه هست، اوپن باز کردن. اوپن میگه که چی باز کردن، میگه همه اهمیر میخوای که باز بکنی یا نه، یا میخوای هیستوری تاریخش ببینی کارهایی رو که انجام دادی، یا سلکت آل تمامشان چی میگه انتخاب میکنی یا چی. اینورت سلکشن باز هم همه کار رو با ما چی میکنه انجام میده. و شیر، فایل شیرینگ که این فایل تان اگه خواسته باشین مثلا ایر شیر کرده باشین یا از طریق ایمیل، یا این رو خواستین شما زیپ بکنین یا برن تو دسک، بازم که از طریق زیپ این از طریق فایل های وینرار یه چیز بخش ها کار بگیرین. یا استاب، استاب شیرینگ فایل ها شیرینگ سرعت گرفته اگه خواسته باشین استاب بکنین این بخش ها. این بخش ها ما فعلا در اینجا باز قسمت ها کار کردن نمیتونیم بچه ها، چون فعلا کامپیوتر ما با هیچ کامپیوتر دیگه کانکشن نیست و یک مخواین کامپیوتر رو شما کانکشن بکنین دیگه معمولا در قسمت های درس های بالاتر در بخش های آی تی برسین بازی بخش ها رو میبینین. خب بخش دیگه هست به نام ویو. این بخش کاربرد داره در اینجا. خب ویو به معنای دیدن، مشاهده. خب چی میگه با ما؟ نویگیشن پن میگه که دیده شوه یا نشوه. نویگیشن پن پن این بخش رو با ما ایر به نام نویگیشن پن میگه که این بخش میگه با ما چی شوه، نشان داده شوه یا نشوه. خب ریویو پن، ریویو پن ببینید، ریویو پن این ای حالت های ما که در این قسمت این اینجا به ما میگه که چی باشه، سلکت فایل های کدامی و فایل چیز دیگه ای که انتخاب شده باشه، باز به ما میگه که هم نمایش داده شده یا نشه یا چی. دیتیل سپن این اینجا به ما هر فایل رو که ما انتخاب میکنیم اینجا دیتیلش به ما نشان بده، که این کار میگه که نامش مثلا چیست، مشخصاتش به ما نشان بده. اکسترا لارج آیکون اینمی آیکون ها اکسترا لارج آیکون باشه، این بسیار کلان نشان داده شده، یا اسمال آیکن بسیار خرد چی اسمال آیکن خرد نشان داده شده، یا به حالت چی به حالت تیلز به ای صورت به حالت میانه میگه که به ما چی شوه نشان داده شوه، یا نه اینجا میگه که لارج آیکن فقط آیکن بزرگ باشه، اکسترا لارج باشه خیلی بزرگ، لارج فقط لارج باشه. لیست به حالت لیست نشان داده شوه این فایل هایتان، یا کانتنت به ای صورت به فایل هایتان نشان داده شوه، یعنی چی میگین میدیم آیکن این آیکن هایتون به حالت میانه یا نه، یا چی دیتیلز به ایسرات بیای به ما نشان داده شود. چی
سورد بای بساس چی ای میخواین که سورد شه؟ بساس تاریخ، تایپ، نوعیتشان، سایزشان، بساس سایز، لنز، طول یا این بخش هایشان میگه که چی شه اینا میخواین که سورد شه، این جاهایشان تغییر بکنه. میگم بساس نمیش باشه. خب میگه که این بخش ها میگه که چی گروپ ها میکنی یا نمیکنی و چی اساس اینا رو میگه گروپ مثلا میکنی بساس دیتشان، یعنی بساس میبینین هر کدامشان که در یک تاریخ مشخص آمده در یک گروه قرار گرفته، اونایی که به یک تاریخ دیگه آمده به یک تاریخ. میبینین هر کدام چی میکنه؟ نظر به من، نظر به جایشان، نظر به اندازهشان، نظر به هر بخشی که مربوط بشه او را میای به ما چی میکنه؟ گروپ جور میکنه. باز میتونی که از اینجا بگین که نان هیچ گروپ جور نکنه، تو به میسرد به ما چی باشه؟ باشه. خب آیتم چک باکس، آیتم چک باکس همی که داریش مثلا این بخش میگیرین یا این بخش انتخاب میکنین چی شوه؟ اینی تگ های چک باکس هم در اینجا بیایه اضافه شوه. خب فایل نیم اکستنشن، فایل نیم اکستنشن، اکستنشن های نام، نام فایل هم نشان بده یا نده. این سعی کنین بلگی نیم فقط نوشته شده است. اگر ما فایل نیم اکستنشنش رو بزنم باز اینجا اکستنشنش هم به ما میگه که از نوی پی ان جی است یا از نوی چی است، این یا از نوی تکست است مثلا یا از نوی دی دی او سی اکس، از نوی فایل وورد است. و ما اینجا اکستنشن شما چی کنه نشان بده؟ هاید، هایدن آیتمز، هایدن آیتمز این رو میگه که اینجا امی آیتم هایی که هاید شده باشه، بعضی فایل ها، بعضی فلش ها یا بعضی چیزهای دیگه دارین، بچه میگه که این فایل چی است؟ این فایل های ازی هاید است. شما در قسمت، در قسمت ویو آمده اینو، پس هایدن فایل چی میکنین؟ فعال میکنین تا این ما هایدن فایل هم به اینجا به شما نمایش بده. خب چی میگه؟ هاید، هاید سلیکتد آیتمز، اینمی آیتمی که در اینجا آمده این آیتم میگه که چی کو؟ هاید کو، قایم کل. سعی کنید به من اینجا، من او را فعلا نمیبینم، من اینجا که میبینم ایرا فعال میکنم، در اینجا من پس حالی ایرا چی کردم؟ محال ایرا مشاهده کردم. میبینید به این سراد آمدم ایرا مشاهده کردم و ایرا که خواستم که باز آن هاید کنم، اینو بیردم درش کلیک میکنم، پس میرم چی آن هاید میکنه بشه. میبینید گفته که change folder and search options، اینمی فولدر را کلی تو انتخاب کردی، بازم میتونی این فولدر شا چینج میکنی، تغییر میت یا نمیتی که این کارها را چی میکنیم؟ از این قسمت شما انجام دادن میتونین از قسمت فایل هایتان. خب ببینید بچه، خب این بخش ها را که میفهمید ای در روی قسمت اگه ما کلیک کنیم که کامل این فولدر ما چی میشه؟ بسته میشه. در روی از یک کلیک کنم یا صفحه ما خورد میشه یا مندازش کلون میشه و این آخری هم چی میکنه؟ مینیمایز میکنه. این فقط در قسمت پایین صفحه میاره، یعنی بسته نمیشه ولی باز هست، فقط جمع میشه و در پایین صفحهش چی میکنه؟ میاره. خب این دی علامه میتونید که این صفحه تانه که در اینجا به ما آل ایجاد شده این قسمت ها رو میتونید که چی کنین؟ این را که خواستی نمایش داده شد یا نشود. و این قسمت پایین که میبینیم کلیدا، این کلیدایی که در اینجا است اینا چیکار میکنه؟ ما را یک یا به عقب میبره یا چی میبره؟ به جلو میبره، که ما میتونیم در کارهایی که خواسته باشیم عقب بیم از کلید بک سپیس هم استفاده کرده میتونیم. خب باشین به بک سپیس را برتان نشان بدم. خب ببینیم در اینجا بک سپیس این علامه ای که در اینجا میبینید این علامه رو میگه چی؟ بک سپیس. حالا فعلا در کامپیوتر مثلا در بعضی کیبورد ها این تک چیز نیست، فقط درش بک سپیس نوشته شده. اگه سیم کار را ما طریق چیکم کده میتونیم من بک سپیس هم ببینیم بدون ازی که ما داری کنم بخش کلیک کنم از بک سپیس هم اجرا کده هم میتونم این بخش حالا که این قسمت فایل ها که ما میتونیم این کارها رو چیکنیم در روی فایل های خود بیم انجام بدهیم.